بازسازی بعد از سیل خانمان برانداز در ایران چطور، چگونه و با چه هزینه‌ای ممکن است؟ سلام بر شما و خوش آمدید به صفحه دو. وزیر کشور ایران میگوید خسارات سیل اخیر ایران حدود 35 هزار میلیارد تومان بوده. برای مقایسه یادآوری میکنم که این مبلغ حدود 1/3 درآمد نفتی ایران در سال گذشته شمسی سال 97 بوده است. هزینه گزاف برای کشوری که همین حالا با معضلات عمده بودجه‌ای و اقتصادی روبروست. درآمد نفتی ایران در سال جاری با اما اگرهای مواجه است. ایران حتی اگر بتواند نفت بفروشد برای دریافت پول آن هنوز راهی مطمئن پیدا نکرده. رهبر ایران برداشت از صندوق توسعه ملی را به آینده و بررسی بیشتر موکول کرده. ایران همواره گفته به کمک خارجی در این گونه بحران‌ها احتیاجی ندارد، اما چرا کمک‌های خارجی هم اندک و هم کند بوده است؟ برای ساخت و ترمیم خسارت‌ها در 25 استان ایران چقدر هزینه لازم است و چطور این هزینه تأمین می‌شود؟ تا کجا این گونه بحران‌ها می‌تواند در ایجاد شغل و چرخش اقتصاد کشور کمک کند؟ برای بحث در این باره دو مهمان داریم. اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست و مدیریت توسعه از شهر تورین ایتالیا با ماست و مصطفی جوادی، طراح و مشاور سازه‌های زیربنایی در امور حمل و نقل از برلین. خوش آمد میگم به هر دو مهمان برنامه. اول اجازه بدید از خانم بهرامی شروع بکنم. خانم بهرامی، این صحبت که ایران به کمک خارجی در چنین بحران‌های احتیاج نداره چقدر دقیق هست و آیا ایران میتونه یک تنه از پس چنین معضلی بر بیاد؟ یه موضوع مهمی که به نظر من تو این سالهای اخیر روش کار جدی شده اینه که مفهوم استقلال رو با یه مفهوم تک افتادگی و در واقع نپذیرفتن بروکراسی و ساختار جهانی و پذیرفته نشدن از طرف اون معادل میدونه. به این ترتیب ما یه بخش زیادی از سرمایه گذاری های خارجی رو در کشورمون از دست میدیم. مراوداتمون با بانک های بین المللی به شکل ناقص و همیشه در پرده اتفاق میفته و یکی از مسائل مهمی که ما برای در واقع مراوده با جامعه جهانی داریم تو حوزه سیاست خارجیمون یه شکل و فرم شعاری پیدا میکنه و به این ترتیب ما نه فقط در پیوند با وضعیت تحریم ها بلکه قبل از اون هم شرایط خیلی تک افتاده و منزوی در جهان داشتیم. به این ترتیب وقتی که یه همچین حادثه اتفاق میفته معمولا کانال هایی که به شکل رسمی اقدام میکنن از صلیب سرخ گرفته تا پزشکان بدون مرز، سازمان های جهانی، پارلمان اتحادیه اروپا، به هر حال اون راه و کانال صحیحی که باید به ایران کمک رسانی بشه رو پیدا نمیکنن، چه از طریق در واقع بانک ها و پیوند اقتصادی، چه از طریق مشارکت شرکت ها و بانک هایی که نمایندگی ممکنه در ایران داشته باشن که بتونن سرمایه گذاری بکنن، کمک بکنن، و نه همچنین از طریق ورود کردن نیروهای انسانی کمک رسان، چون ما به هر حال یه فضای امنیتی خیلی گسترده در ایران داریم که میدونیم بخش زیادی از فعالین به اتهام جاسوسی، به اتهام تجزیه طلبی دستگیر میشن و به این ترتیب ما اطلاع رسانی آزادی اتفاق نمیفته و به این ترتیب ما یه پتانسیل خیلی پایینی داریم در جذب این کمک ها. ولی اینکه بهش نیاز داریم به نظر من قطعا میتونه پرسش بسیار مهم می باشه، به خاطر اینکه وضعیت اقتصادی ایران امروز وضعیت پیچیده یه. قبل از این ماجرا هم ما شرایط بسیار شکننده‌ای داشتیم. در بودجه سال 98 بخش زیادی از وزارت خونه ها بودجهشون در واقع کاهش پیدا کرد، به جز دو تا بخش اساسی مرتبط با فعالیت های نظامی ایران که افزایش چشمگیر داشت و فعالیت‌های امنیتی ایران. و به نظر میرسه که قطعاً با توجه به وضعیت اقتصادی فعلی ما در ایران این شرایط کمک رسانی چه به لحاظ نقدی چه غیر نقدی میتونست در تاثیر شرایط موجود و پیشرفت بازسازی خیلی مؤثر باشه و ما به هر حال این پتانسیل رو نداریم و این فضای کمک رسانی رو هم از دست دادیم. در حال حاضر صحبتی که الان مطرح هست در بر اساس دستوری که آقای خامنه‌ای داده این است که دولت بره راه‌های مختلف رو بررسی بکنه و بعد بیاد اگه نیازی داشت از اون صندوق توسعه ملی میشه برداشت بشه. اما آقای جوادی، در چنین موقعیتی دولت یا دولت‌ها چه میکنند؟ الان
همین چند روز پیش صحبت نقل شد از آقای روحانی که گفته بود که این نیوآلان نیست، ما تا تابستون تمام مناطق لازم رو بازسازی میکنیم. واقعا چقدر این در حد شعار هست؟ چقدر ممکنه تا حدی بتونن بازسازی کنن؟ ببینید، این رقم 35,000 میلیاردی که از نقل قولی است از آقای رحمانی فضلی و همه ما اعمالا شنیدیم، من چندان البته به این رقم اعتماد ندارم، به این دلیل که خب حالا توی بحث سیاسی ایران معمولا این رقم های بسته به جایی که گفته میشه به سمت بالا به سمت پایین گرد میشه، یه درصدهای عجیب غریبی توش اضافه میشه. اما اگر فرض کنیم این رقم جدی باشه، خب همونجور که گفتید یه چیزی هولوش 1/3 درآمد نفتی سال گذشته ما بوده. البته باید اینو در نظر گرفت که سال بعد مثلا ما امکان فروش نفت به اون شکل نخواهیم داشت و به شدت شرایطمون پایین است. شرایط اقتصادی کشور به دلیل تحریم‌ها خیلی جدی است. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که اینا شعار زدگیه که ما بگیم ما ظرف 3 ماه میتونیم این رو بسازیم، چون حتی اگر ما یک از آسمون گنج برامون بریزه، طلا بریزه، باز ساختن این پروسه‌ای طولانی یه مقدار زمانبر هست. بنابراین این پروسه زمانبریه، مسلما توی برنامه 5 ساله یا 10 ساله باید ساخته بشه. خیلی از این موارد اصولا نباید ساخته بشه چون اشتباهات فنی و مهندسی بوده که حالا به صورت هیئتی با تصمیمات حالا سیاسی و دینی گرفته شده و ساخته شده و دیگر نباید ساخته بشه. یعنی اگر هم تصمیمی براش وجود داشته باشه باید جلوگیری بشه. خب همونجور که خانم بهرامی هم اشاره کردن، ما اشکالات جدی داریم و حالا محدودیت‌های جدی داریم توی ردیف بودجه‌مون توی سال‌های آتی. نکته‌ای که وجود داره اینه که ما در یه جایی باید صرفه‌جویی بکنیم در این ردیف بودجه که حالا اون یه بحث مجزایی رو می‌طلبه، یا حالا میشه اینجا توی به صورت موردی بهش اشاره کرد که اگر فرصت بشه در طول برنامه راجع به اینکه کجا میشه صرفه‌جویی کرد تا ما بتونیم بفهمید. اگه کوتاه بگید ممنون میشم. بفرمایید. ببینید، من مثلا یه چند تا مورد رو دیدم در ردیف بودجه سال گذشته. من چند تا رقم رو میخونم خدمتتون. بودجه مدیریت بحران در سال 97 در کشور حدود 11 میلیارد تومان بوده. این رقم 11 میلیارد رو به خاطر بسپرید. بودجه ستاد اقامه نماز 23 میلیارد بوده. بودجه مجمع جهانی تقریب مذاهب 37 میلیارد بوده. شورای سیاستگذاری ائمه جمعه 47 میلیارد، مجمع جهانی اهل بیت 48 میلیارد، جامعه المصطفی 305 میلیارد و تنها بودجه حوزه‌های علمی کشور 1870 میلیارد تومان بوده. این تازه ارقامی که در ردیف بودجه وجود داره. در کنار این شما در نظر بگیرید که 10 سال پیش سال 87 میزان دارایی‌هایی که ستاد اجرایی فرمان امام به مزایده گذاشته و فروخته 52 هزار میلیارد تومان. متوجه بحثتون هستم. یعنی شما می‌فرمایید که بودجه به هر حال به بحث‌های تبلیغاتی حکومتی میرسه، به اون چیزایی که به بحران مربوطه نمیرسه. یعنی اینو اگر در یک پروسه مثلا 5 ساله و 10 ساله که این ارقام رو اگر ضرب بکنید، در یک پروسه 5 ساله و 10 ساله که ما می‌خوایم این کشور رو دوباره بسازیم، یه رقم قابل توجهی میشه که میشه راجع بهش صحبت کرد و روش برنامه. ولی آقای جوادی، باید اینو در نظر بگیریم، اون نکته‌ای که شما اشاره کردید که نکته به نظر من بسیار مهمی هست، این که اشتباهاتی در ساخت و ساز در گذشته در بسیاری از نقاط کشور صورت گرفته که بهتر است این اشتباهات تکرار نشه. در حال حاضر با توجه به وضعیت بحرانی که کشور داره، اگر شما خودتون رو بذارید جای کسایی که خونه و زندگیشون از دست دادن، شهرشون از حالت عادی خارج شده، اونها میخوان سریعتر اوضاع به حال عادی برگرده، چطور میشه این دوگانه رو باهاش کنار اومد؟ دولت در چنین شرایطی چطور باید برنامه‌ریزی بکنه که هم به اون افراد امید بده که سریعتر داره این مشکل حل میشه، هم اون اشتباهات رو تکرار نکنه؟ ببینید، یه بحث جدی که وجود داره در تمام جهان، معمولاً بعد از فاجعه یه کارگروه تخصصی تشکیل میشه بین صنعت و دانشگاه. یعنی متخصصانی وجود دارن تا بخش دانشگاهی که محاسبات رو انجام میدن و تو بخش صنعت اینا ساخته میشه، اجرا میشه و روش نظارت میشه. برای ما بلافاصله نیاز داریم که متخصصان، من اصرار دارم و همه افرادی مثل من، که متخصصان بلافاصله ورود بکنن. متخصصان باید وارد بشن حالا در بخش مختلف دانشگاهی و بحث رو بیان بریزن بیرون، ببینن کجا مشکل وجود داره، این اشکالات جلوش گرفته بشه به صورت رادیو تلویزیون و با افکار عمومی صحبت بشه که آقا کدوم سد اشتباه ساخته شده، کدوم جاده جاش اشتباه بوده، کدوم راه آهن رو ما اشتباه ساختیم، اونا جلوش گرفته بشه و بعد بیایم بر اساس محیط زیست، بر اساس اقلیم ایران، بر اساس مطالعاتی که انجام میشه شروع کنیم به ساخت و ساز. و ببینید، این فاجعه میتونه یک درس بزرگ برای ما باشه اگر که همین الان اقدام بکنیم، اگر که دوباره بر اساس تصمیمات فکری که حالا فلان خانواده، بله مسلما خانواده‌های زیادی ضرر دیدن، اما اگر ما همین الان جلوش رو نگیریم، این فاجعه میتونه نسل بعد رو خیلی جدی‌تر تحت تاثیر قرار بده.
نکته مهمی که ما همیشه باهاش مواجه هستیم در شرایط اینجوری این هست که الان 25 استان مسئله پیدا کردن. میدونیم که استان‌ها از موقعیت برابری در حاکمیت ایران برخوردار نیستند. بعضی از استان‌ها ضعیف‌تر هستند در گفتمان ملی، بعضی از استان‌ها قوی‌تر هستند. مثلا بعضی از استان‌ها به راحتی میتونن بودجه کسب کنن در حالی که دیگران ممکن است که چنین موقعیتی نداشته باشن. خانم بهرامی، ممکنه کمی بیشتر شما این رو برای ما باز بکنید که در چنین شرایطی چطور میشه این رو مدیریت کرد به نحوی که این به صورت برابر یا متوازن دست کم پیش بره؟ ما تجربه جنگ رو داریم که هنوز میگن آبادان و خرمشهر بازسازی نشدن، 30 سال گذشته. ببینید، نکته خیلی مهمی که وجود داره اینه که ما از تیپ تقسیم بندی بودجه ها در دولت میتونیم متوجه بشیم که چه اولویت هایی برای اون سازوکار حکومتی وجود داره. همونجوری که دوستم اشاره کردن، توی بخش نیروهای نظامی مسلح و بخش در واقع نیروهای مذهبی همیشه دو تا فاکتوری بودن که تا ردیف بودجه های 10 و 11 حتی به اونها تخصیص داده میشده. در یه نمونه فقط همین صندوق توسعه ملی مثلا برداشته که تا الان ازش وجود داشته، یه مورد وام ازدواج بوده و دو مورد هم 1.5 میلیارد دلار و 2.5 میلیارد دلار سال 97 و 98 با دستور مستقیم آقای خامنه ای برای تقویت بنیه دفاعی کشور بوده. اگه اینو مقایسه بکنیم با در واقع پایه بودجه‌ای که برای استان‌ها تخصیص داده شده، ما در مورد بعضی از استان‌ها چندین سال متوالیه که کمترین تخصیص بودجه رو داشتیم، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، و اینا همیشه در ته جدول بودن، در حالی که مدت خیلی طولانی نیست که تبدیل به استان شدن و بخشای زیادی از روستاهای دقیقاً این دو تا منطقه میتونیم که دچار بحرانه و هر دوشون هم به نوعی بخشای مرزی ایران به حساب میان و خب از لحاظ امنیتی مهم سرمایه‌گذاری اساسی و پایه‌ای در اونها اتفاق بیفته. استان خوزستان که اتفاقاً یکی از استانهایی که ردیف بودجه بالاتری داره، جزء استانهایی که ردیف بودجه بالایی داره در تقسیم بندی، بودجش تقریباً حدود 26836 میلیون ریاله که در مقایسه با بودجه فقط شهرداری تهران که حدود 17429 میلیون تومانه میبینیم که یه عدد بسیار ناچیزیه. و حالا وقتی اینو کنار همدیگه میذاریم ببینیم که این اختصاص بودجه خود شهرداری تهران آیا واقعا تونسته به توانمند کردن شهر تهران کمک بکنه تو اون حوزه ناوگان شهری، درفاس بهتر، فضای سبز و اهمیت دادن به کمربندهای در واقع شهری که در اثر مهاجرت‌های بسیار زیاد به تهران اتفاق افتاده، می‌بینیم که نه. یعنی بر کیفیت زندگی تهرانی‌ها هم این ردیف بودجه‌ها اثر مستقیم یا حتی غیر مستقیمی نداشته. و مثلا در مورد استان لرستان که آسیب خیلی زیادی دیده، ما میتونیم بگیم که استان لرستان یکی از 10 استان بسیار فقیر ایران به حساب میاد. ما در استان لرستان در شهر خرم‌آباد که مرکز این استانه، در روی رود خرمرود مثلا 5 تا پل سازه‌ای داشتیم که در 2 سال اخیر افتتاح شده بود و اتفاقا پروژه‌های زیادی از این بخش استان لرستان و ایلام زیر نظر اقمار قرارگاه خاتم الانبیا انجام شده که وابسته به سپاهه و میبینیم که اینها اتفاقا یکی از اساسی ترین مشکلات رو بعد از اینکه جریان رود خرمدود افزایش پیدا کرد به وجود آوردن، بستن مسیر رود و آب خارج شده از رود و داستانهایی که فیلماش منتشر شده و اطلاعاتش هم وجود داره. به این ترتیب ما میبینیم که از پایه و اساس ما هیچ فاکتور توسعه‌ای عملا در این بخش زیادی از استان‌های ایران نداشتیم. درسته که بیش از 50% جمعیت در 10 استان تقسیم بندی شده، ولی خود این نشون میده که توجه ویژه‌ای به یه سری استان‌ها شده در اختصاص بودجه و بعضی از استان‌ها به طور کامل کنار گذاشته شدن. فقط در بافت روستایی و توسعه روستایی عمران ایران میتونم به شما بگم عددی که سال قبل در واقع تخصیص داده شده بود برای تمام اشتغال زایی و معکوس کردن در واقع پروسه مهاجرت از روستاها، در مورد بخش زنان روستایی، در مورد تقویت اشتغالزایی، ایجاد انگیزه برای جوانان، یعنی تمام کارهای عمرانی، آبرسانی، برقی که قرار بوده برای روستاها انجام بشه، 5% بودجه عمرانی کل کشور بوده و اون 5% در بودجه سال 98 به 2.5% کاهش پیدا کرد. و ما میتونیم الان بدونیم که بیشترین آسیبی که این بخشای روستایی دیدن توی شبکه‌های برق‌رسانی و
آبرسانی بود. ما تعداد شهرهایی که کانالای فاضلاب و تصفیه خانه دارن از تعداد انگشتای دست در هر استان کمتره. خب این نشون میده که هیچ سرمایه گذاری اساسی پایه اتفاق نیفتاده و به این ترتیب این سیل پرده برمیداره از این در واقع تبعیض بسیار زیادی که در تخصیص بودجه وجود داشته و عدم توجه به بافت روستایی و شهرهای دور از مرکز. خب با این حساب، با این تصویری که شما الان به ما دادید خانم بهرامی، به نظر میاد که یک، همونطور که آقای جوادی هم پیشتر اشاره کردن، یک برنامه ملی خیلی با ریزکاری و نکته سنجی لازم هست. آیا چنین بنیه‌ای اصلا الان در شرایط حال حاضر کشور دیده میشه، چه به لحاظ سیاسی چه به لحاظ علمی و در واقع صنعتیش؟ آقای جوادی اول شما بفرمایید. ببینید بله و نه. ببینید بله به این دلیل که من همیشه اصرار داشتم این رو بگم و همیشه هم گفتم که ما متخصصانی در این زمینه چه در داخل کشور چه در خارج از کشور داریم. ما این یه خیلی از این موارد بومی هستن. ما متخصصان دانشگاهی ما، من میتونم به جرئت بگم که صدها و هزاران پایان نامه یا پروژه دانشجویی در دانشگاه ایران داره خاک میخوره، که همونجوری که خانم برنامه اشاره کردن، مثلا ما در زمینه آب و فاضلاب هر دانشجوی مهندسی عمران یه پروژه انجام داده و در مثلا چه میدونم اگر اینا جدی گرفته میشد در اهواز یا در شیراز این اتفاقات نمیافتاد یا خیلی جاهای دیگر. اون حلقه گم شده کجاست آقای جوادی؟ چرا این ارتباط بین دانشگاه و بخش در واقع ساخت و ساز و اون نهادهایی که باید این کارو انجام بدن برقرار نمیشه؟ ببینید دو تا مشکل جدی وجود داره. مشکل اول اینه که ما توی ردیفای بودجه خیلی از چیزا روی کاغذ وجود داره اما در عمل اتفاق نمیفته. بودجه‌های عمرانی، بودجه‌های اینچنینی هستن که جیب به جیب میشن، یعنی دولت یا خودش تصمیم گیر نیست یا هر جا که گیر میکنه از جیب مثلا فلان ارگان برمی‌داره میذاره تو جیب فلان ارگان، از جیب فلان سازمان برمی‌داره میذاره تو جیب فلان سازمان. این بحث اوله. بحث دوم اینه که خیلی از تصمیمات هیئتی هستن و سیاسی هستن، یعنی فلان فرد توی فلان بخش قدرتمندتر میشه و یه بودجه رو تصویب میکنه برای اینکه مثلا مردم فلان شهر رو راضی تر بکنه یا خوشحال تر بکنه یا من مورد از این دست، یعنی. و البته خب خیلی از چیزها هم هست که با توکل و صلوات و حالا انشالله که طوری نمیشه برنامه ریزی میشه، خب یه های همچین فاجعه اتفاق میفته و یه بارندگی جدی و این پروسه به اینجا میرسه که ما یه فاجعه ملی رو درگیرش میشیم. برای این مجموعی از عوامل هست که باعث میشه که ما نتونیم به اون سمت بریم. حالا میگم یک بخشش ناشی از عدم تخصص، یه بخشی از اون اینه که کسی پاسخگو نیست. من همیشه گفتم، باز همینجا اشاره میکنم، هیچ کسی بابت زلزله بم تا امروز پاسخگو نبوده، هیچ کس بابت زلزله‌های بعدی پاسخگو نبوده، بابت سیل سال 88 قمرود هنوز کسی پاسخگو نبوده. برای این سیل هم من تقریبا میتونم ضمانت بدم هیچ کسی، هیچ مسئولی پاسخگو نخواهد بود. خب این بخش، اینم مشکل قانونیه که توی این سیستم وجود داره، برای اینکه ما پاسخگویی هم نداریم توی اون به صورت جدی و به صورت ملی. ما تصاویری که شاهد هستیم بلافاصله بعد از هر بحران، هر حادثه اینچنینی، حضور گسترده کمک‌های مردمی هست، بسیج عمومی برای کمک رسانی، ولی بعد از این مدتی فراموش میشه. بسیاری از زلزله زدگان کرمانشاه مثلا در مدت هاست که در واقع خانه های نیمه کاره یا چطور میشه گفت کانکس ها دارن زندگی میکنن یا در موقعیتی نیستن که به هر حال به شرایط عادی برگشته باشن. خانم بهرامی، این موقعیت فقط ایران نیست، در بسیاری از کشورهای دیگه هم ما شاهد هستیم که طولانی میشه این روند. ممکنه شما به ما بگید که برای چه دلایلی این روند طولانی میشه؟ آیا فقط مسئله بودجه است یا مسائل دیگری هم هست؟ و من میخوام از شما خواهش بکنم که یه مقایسه برای ما بکنید با مثلا همین طوفان کاترینا، اگر که میشه این چیزها رو با هم مقایسه کرد، یا که مثلا سیل در پاکستان. برای این پروسه، یه پروسه کاملا فرسایشی از همه نظر، هم برای سیستمی که قراره اونو مدیریت بکنه، مدیریت بعد از حادثه، هم برای مردمی که توی اون منطقه زندگی میکنن واقعا فرساینده است از دست دادن زمین و زندگی و تمام این که با توجه به اینکه گفتیم مناطق توسعه نیافتن و تمام ثروت سرمایه‌ای اون مردم خونه گلی آکاگری بوده که داشتن
و مزارع کشاورزی که هنوز برداشت درو بهارش منتظرش بودن و خب اینا همشون بسیار فرساینده است و هم برای ساختار قانون و دولت، برای اینکه بودجه 98 بسته شده و الان برگردوندنش به مجلس که کار در واقع کارشناسی بسیار دقیقی میخواد و آدمهایی که اطلاعات دقیق میدانی از مناطق آسیب دیده داشته باشن بشینن روی این اطلاعات جمع‌آوری شده کار بکنن. شهرداری ها بخشای زیادی از بدنه شورای شهر که با مردم ارتباط مستقیم دارن، انجیو ها، نهادها، سمنهای در واقع مردم نهاد، اینا میتونن در جمع‌آوری اطلاعات میدانی مؤثر باشن، کمک بکنن، ولی همه اینا یه سیستم کارآمدی میطلبه، یه هم‌آوایی ملی میطلبه از یه جهت و از طرف دیگه در واقع بسیار بسیار مهمه که ما یه دید در واقع غیر سیاسی به ماجرا داشته باشیم. به این ترتیب فضا باز میشه که مدیر و مسئول و وزیر پرسش بشه ازشون، زیر سوال برن، جریان باز اطلاعات وجود داشته باشه، مردم بدونن این روند چطور داره پیش میره و خب بانکای ما، سازمانای بیمه ما این توانو داشته باشن که وارد بشن و کمک کنن به دولت. اما اینکه چطور در کشورهای دیگه عمل میشه، اتفاقا در همین ایتالیا ما یه سازمان در واقع مستقل از دولت و تمام وزارتخونه‌ها داریم که مسلما فقط وظیفش حفاظت از مناطقی که در واقع مسکونیه در حوادث طبیعی، ولی اینها بودجه مشخصی حتی برای مانورهای سالانه شون دارن. یه گروهای مشخصی دارن از داوطلبای مردمی که تشکیل شده از گروهای بازنشسته آتشفشانی، از گروهای بازنشسته نظامی، پلیس، پزشکان بدون مرز، صلیب سرخ، که تمام این نهادها با هم همکاری میکنن، ولی عملا این ساختار رو هدایت و رهبری میکنه و بقیه گروه ها زیر این مجموعه کار میکنن. ساخت و ساز در خود ایتالیا، در سری که در ونیز اتفاق افتاد، در همین چند وقت اخیر در ژنوا که قدیمی ترین بندره و به خاطر ساخت و ساز معماری قدیمی که ایتالیا داره اتفاقا مرمتش بسیار کند هم پیش میره اتفاق افتاد. اما موضوعی که مهمه اینه که مردم و دولت به هم اعتماد دارن، این گپ و نقطه خالی بسیار بسیار کمه. به این ترتیب حضور ارگانهای بین المللی میسره، مردم به شکل داوطلبانه شیفتی همکاری میکنن و گروهایی که تخصص دارن از دانشگاه گرفته تا گروهایی که تو حوزه نظامی کار کردن، گروهایی که تو در واقع امکانات تکنولوژی ساخت و ساز دارن وارد میشن و کمک میکنن تا به هر حال پروسه بازسازی پیش بره. اما این پروسه در ایران که روند بسیار کندی داره، برای موازیکاری‌های بسیار زیادی که وجود داره کسی پاسخگو نیست و عملا کار کارشناسی دقیق انجام نمیشه. شما در همین اظهار نظرهای عددی، اگر عددهایی که استانداری‌ها به تفکیک به اعلام کردن رو با هم جمع بزنیم، به خسارتی که به وزیر کشور اعلام میکنه نمیرسیم. یا حتی ما یه بخشی از خسارت‌های نادیده داریم، مثلا فرسایش خاک که حدود 500 میلیون تن فقط ما فرسایش خاک از بهترین زمین‌های کشاورزی در این استان‌ها داشتیم. مهاجرت‌های بین استانی که در چند وقت زمان بسیار نه حتی طولانی مدت باید منتظرش باشیم که حاشیه نشینی به دنبال میاره. و مثلا مسائل آسیبایی که متوجه آثار تاریخی و باستانی از شوق زنبیل تا دروازه قرآن، اینا همه بودجه‌ای که تازه لحاظ نشده و اینا خودش خسارتاییه که زمان بسیار طولانی میطلبه و دولت به نظر من باید یه برنامه درازمدت جدی داشته باشه و عملاً اون سازوکار انحصار طلبی حضور فقط چند تا شرکت مهندسی وابسته به سپاه یا وزارتخونه‌های خاص باید از اون انحصار در بیاد تا نیروهای متخصص بتونن با اعتماد به دولت وارد کار بشن، که عملا بیشتر شبیه یه سیستم ایدئاله و ما نمیتونیم متوقع باشیم که یه همچین اتفاقی در دولت در کوتاه مدت بیافته. میدونم که تصویر به هر حال الان خیلی تیره و تار هست هرچه که میبینیم، اما آیا میشه به نوعی فکر کرد که این بحران، این مصیبت بتونه کمکی به مثلا ایجاد شغل بکنه در ایران، بتونه بخشی از مشکلات اقتصادی رو به نوعی حل بکنه؟ آقای جوادی. ببینید، بله و نه. نکته که وجود داره اینه که سیل مصیبته و بدون شک توی فاجعه نمیشه خیلی چیزهای خوبی پیدا کرد، مگر یک چیز و اونم سیلی محکمیه که ما رو از خواب بیدار میکنه. یعنی میشه ازش این درس رو گرفت که با یک همت ملی بریم به سمت ساخت و ساز و توسعه پایدار بر اساس اقلیم، بر اساس محیط زیست. خب همینجور که همه میدونند یه دیوار کجی بوده که حالا با نادانی و شیادی سر راه سیل و فاجعه ساخته شده و با حالا چوبی و سلام و صلواتی سر پا نگه داشته شده بود و حالا اون چوب شکسته، دیوار ریخته. حالا یا دیگر نباید اون
دیوار رو اونجا ساخت یا باید با اصول درست و منطقی و منطبق با سیستم مهندسی و علوم روز ساختش. خب در این پروسه خب خیلی فاجعه‌ای که اتفاق افتاده، همینجور که خانم بهرامی اشاره کردن، ارقامی که وجود داره اینه که چیز هلوش مثلا 14000 کیلومتر جاده و خیابان در کشور تخریب شده، 730 تا 800 پل تخریب شده، 900 هزار هکتار زمین زراعی تخریب شده، 110 هزار هکتار باغ، 18 هزار رس دام تلف شدن، 500 واحد صنعتی تخریب شدن، هزاران کیلومتر رودخونه و مسیل بودن که حالا باید لایروبی بشن. خب اینا در کنار اینا خب میزان زیادی از مشاغل از بین رفته. بله. اما میشه رو خوب دید و رفت به سمت این که دوباره اینو بسازیم. همونجور که عرض کردم میتونه بخش دانشگاهی ورود بکنه و باید ورود بکنه. میشه بخش خصوصی رو حالا با تخفیف‌های مالیاتی وارد کرد، میشه سرمایه‌گذاری خارجی جذب کرد، میشه استارتاپ‌ها رو خیلی جدی فعال کرد، ان جی او ها رو فعال کرد، اجازه داد که ان جی او ها برن کار بکنن، استارتاپ‌ها بیان کار بکنن، ایده بدن، این ایده ها بره اجرایی بشه توی این سیستم. در کنار این خیلی حالا تنها بخش جدی و مهمش اینه که حالا بخش عمده از تالاب‌ها و دریاچه‌های کشور پر شده. خب میشه حالا چه میدونم از الان فکر کرد که ما بریم بپردازیم به صنعت توریسم، اما اینا همش یک همت ملی رو میتربه، چون همونجور که همه میدونیم اینها اثرات مستقیم تغییرات آب و هواییه. ما امروز داریم فاجعه زیست محیطی رو اثرش رو میبینیم، تازه این سیلی اول این پروسه ادامه خواهد داشت و تمام نخواهد شد. ما اولین فاجعه رو تجربه نمی کنیم، آخری هم نخواهد بود. قوانین تو ایران وجود داره، قوانین کافی است، تا حد زیادی موجوده، طرح تفصیلی استانی و شهری وجود داره، اما ما از امروز باید فکر کنیم که تصمیمات خیلی جدی و تخصصی گرفته بشه. بله. و از تصمیمات هیئتی و سیاسی سعی بکنیم تا حد زیادی فاصله بگیریم تا بتونیم این امکان رو فراهم بکنیم. من فقط یه نکته دیگه بگم، کشوری مثل آلمان دو تا جنگ جهانی رو تجربه کرد، کاملا با خاک یکسان شد، اما دستش رو گرفت سر زانوش و بلند شد از لحظه‌ای که فهمید که اشتباه کرده. ما اگه امروز این رو بفهمیم این شدنی خواهد بود، اما یک همت ملی رو میطلبه. ممنونم از شما مصطفی جوادی و اعظم بهرامی، متشکرم که در این بحث شرکت کردید و ممنونم از شما که با این صفحه دو همراه ما بودید. برنامه برای یک هفته روی وبسایت بی بی سی در دسترس شما خواهد بود، bbcpersian.com/صفحه 2. برنامه رو میتونید مجدد روی کانال یوتیوب ما ببینید، لینک برنامه در توییتر ما منتشر میشه، شناسه توییتری ما هست @bbcpage2. اگر علاقمند هستید پادکست برنامه رو بشنوید، میتونید روی اپلیکیشن پادکستتون با جستجوی کلمه صفحه به فارسی در کنار عدد 2 مشترک پادکست این برنامه بشید. این برنامه در صفحه فیسبوک ما هم هست، facebook.com/bbcpage2. برنامه بعدی ما روز پنجشنبه خواهد بود. شب روزتون خوش.